الرحمن الرحیم. اسلام قبل از اینکه ظهور به عالم پیدا بکنه و پیغمبر اسلام بیان، خیلی دنیا عجیب بوده واقعش و باید این تاریخش از سر ملاحظه بشه، نه به نسبه به عربها و جزیره العربیه، حتی به نسبه به فرس و روم که حوارت اون روز بودن. اینا خیلی در تأخر و انحطاط بودن. حضرت امیر تو نهج البلاغه مکرر در خطابه هاشون دنیا را قبل از پیغمبر بیان میکنن. یکی از کلمات حضرت امیر در نهج البلاغه، خطابه ای که دنیا چجوری بود قبل از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت میفرمان ثمرها الفتنه و طعامها الجیفه و شعارها الخوف و دثارها السیف، که دنیا همش تولید فتنه میکرد، ثمرش فتنه بود، مثل یه درختی که ثمری میده، ثمرش فتنه بود، تولید فتنه میکرد. و طعامها الجیفه، خوراکاشون مردار بود، چیزهای مردار و مرده رو میخوردن، الاغ مرده، سگ مرده، حیوانات دیگه مرده، که این غلبه داشت که طعامها الجیفه. بلکه توی روایت امام حسین داره علیه السلام که به مروان گفتن تو مادرت چپش میخورد، یبن آکلت القمل، اینا هر چی گیرشون میمد میخوردن، حتی توی تاریخ داره سوسک میخوردن. نه فقط جزیره العرب عرض کردم، فرس و روم همینجور بودن. ثمر و هل فتنه و طعام و هل جیفه و شعار و هل خوف. شعار به ثوبی میگن که به شعر میچسبه، به شعر بدن به اصطلاح، اینه به شعار میگن، که تمام اهل دنیا در حال خوف زندگی میکردن، حالا چه دولتاشون چه غیر دولتاشون. و شعارها الخوف و دثارها السیف. دثار به لباس بالا میگن، یا ایها المدثر قم فانذر. مدثر یعنی یه عبای پوشیده، یه لحافی پوشیده، یه چیزی پوشیده، یه گلیمی رو خودش انداخته، این تدثره. حضرت امیر میفرماد این که ظاهر دنیا همه دستاشون به شمشیر بود. حالا جزیره العرب که متأخر بودن، فرس و روم همش جنگ داشت. گاهی وقتا فرس جنگ میکرد میرفت تا مصر آدم میکشت، گاهی وقتا روم جنگ میکرد میمد تا پشت مدائن که عاصمه طیفوس به اصطلاح عاصمه کسرا بود آدم میکشت. مرتب این بود. یا در یک کلمه دیگه حضرت زهرا، همون کلمه مشهوره، حضرت زهرا میفرمان حول اینها شرب ترق میکردن. ترق یعنی آب مطروق، چون آب که نداشتن. این غدیرها و گودالها، نه گودالهای جزیره العربیه، حتی گودالهای ایران و حتی گودالهای روم، اینجوری میشد بارون توش میاد. اون وقت حیوانات یه مدتی از اطرافش آب میخورن، بعد یه مدت دیگه که میشد میرفتن توش، هم بول میکردن، هم پشکل میکردن، هم ازش آب میخوردن، که آب کدر تو عبارت حضرت امیر داره، آب مکدر، متعفن، صاحب امراض. طرق هم بهش میگن، چون یطرق و حیوان، وقت همین ها میبدن، همین آبا رو میخوردن. به اصطلاح خوراکتون پوسته های خشک شده بود، گوشت خشک شده میخوردن اما کم بود، پوست خشک شده رو میرختنش تو کوچه، وقت فقیرها از فقرشون میمدن همین ها رو میخوردن. اقتاتون القد، که قدید باشه. مل ورق هم خیلی از اوقات برگ درخت ها رو میخوردن. در کتاب به اصطلاح سفینة البحار ملاحظه بفرمایید، در ماده عتبه و عتبه اونجا نوشته پیغمبر و اصحاب پیغمبر قبل از هجرت اینقدر ورق خوردن حتی تقرحت اشداقهم، دهناشون زخم شده بود. اینا حتی این پیغمبر اسلام بودن و اصحاب پیغمبر بودن. که تشربون الطرق و تقتاتون القده و الورق اذلتن خاسئین. همه در حال ذلت زندگی میکردن. دو تا چیز، یکی در حال ذلت، یکی خاسئین. خاسئ در لغت عرب به سگ میگن، وقتی سگ را نهرش میکنن که بره، این میگن خسئه، که یعنی هم میترسه هم فرار میکنه. یعنی اینجوری با هم رفتارشون بود، مثل سگی که آدم تردش میکنه، هر قوی ضعیف را اینجوری تردش میکرد و در حال ذلت زندگی میکرد. اینم صفت چهارم. اینجوری بود هر کی دستش میرسید هر کسی را میره بایون،
طبیعت این بود، در ایران این بود، در روم این بود، در جزیره العرب هم این بود، در حبش هم این بود. یعنی دخترها رو میربوندن، حالا دختر هر کسی باشه، زن هر کسی باشه، میره بایوندنش واسه استمتاع بهش، پسر میره بایوندن واسه استرقاقش، هر کسی هر دستش میرسی آدم دیگره میچاپیدش به اصطلاح و میبردش، غیر از حال اموال و اینجور چیزها. اینها حال دنیا بود قبل از ظهور اسلام. حضرت امیرم تو مسلمونها وقتی حاکم بودن این خطاب رو خوندن، یعنی قبول داشتن مسلمونها این حالت را که اینجوری بود قبل از پیغمبر اسلام. حضرت زهرام که تو مسجد پیغمبر در زمان ابوبکر رو طبقه حکام بودن اینو خوندن، یعنی حجیت غیر از معصومیت پیش ما حجیت خارجی این داره. این حالت دنیای قبل. بعد پیغمبر آمدن و این دنیا رو اینجوری نورش کردن و تفاصیل معروف. صحبت سر این است که الان باز واقعا دنیا همون دنیاه شده. دنیای فعلی مثلا ما در تاریخ نخوندیم که مردم در دنیای قبل از پیغمبر از گشنگی میمردن. اینو ما ندیدیم واقعش. اما دنیای فعلی مردم ازش از گشنگی میمیرن. یعنی دنیاه برگشته همون دنیاه شده. اون وقت ممکن بود حالا سوسک یا فرض بفرمایید قد یا ترق گیرشون بیاد، اما حالا در یک جاهای زیادی از دنیا هست که هممونم میشنفیم مردم از گشنگی میمیرن، مردم آب گیرشون نمیاد حتی ترق. شما قوم را ملاحظه نفرمایید که لوله کشی هست و مرکز حوارت روحانیته. تو همین دهات اطراف برید آب ندارن. خیلی دهات اینجوریه با تفاصیلی که شما شاید بهتر از من بدانیدش. دنیا همون دنیای سابق شده الان. از بعد بشر از تعالیم پیغمبر اسلام و انبیا به صورت عامه گشنگی و تشنگی و مردن همون ثمر و حل فتنه، همون ثمر و حل فتنه سالون. هر جایی اضطرابات درش، یعنی دنیا فتنه رو شده و فتنه رو شده. در موضوع شعار و حل خوف و دثار هست سیف همینه. تمام بشر دنیا در حال خوف زندگی میکنن، حتی کسانی که به اصطلاح خودشون را دستگاه حوارت روز میدونن که غرب و شرق باشه، در حال خوف اضطراب همه زندگانی میکنن. جنگ و سیف همه جا حاکمه. همش صحبتهای رادیو و تلویزیون را که انسان میشنفه، قوه نمیدونم فلان چیز، قوه فلان چیز، قوه فلان چیز، و در یک جهاتی دنیا از دنیای سابق واقع بدتر شده. یعنی در دنیای سابق باز این وسائل نبود. مثلا در جنگ صلیبیین 200 سال طول کشید که مسلمان‌ها و مسیحی‌ها با هم جنگ کردن. در جنگ صلیبیین مورخین نوشتن 1 میلیون آدم کشته شد در 200 سال. اما در جنگ بین ایران و عراق غربی‌ها میگن، نمیدونم راست میگن یا دروغ میگن، میگن 1,300,000 آدم بین قتیل و جریح از این طرف و اون طرف در ظرف 4 سال. چون حالا وسائل پیدا شده دیگه، یعنی آدم کشهای دنیای شرق و غرب وسائل هم پیدا کرد. اگر کسی واقعا مراجعه به نهج البلاغه بکنه و به خطاب حضرت زهرا و این خطبه های اینجوری که همون اول اسلام خونده شده و با دنیای فعلی منطبقش بکنه، واقع این است که دنیای فعلی بسیار بسیار وحشی تره. یعنی یک دنیایی وحشی غریب به اسم تمدن و حوارت و انسانیت این کارا رو داره میکنه، این جنایات رو داره میکنه. در امسال گفتن در اثیوپیا شب خیلیاتون شنید دعایون که 1 میلیون آدم از گشنگی میمیره، در وقتی که غرب گندم و شیرش رو تو دریا میریزه. وجه توازن اقتصادی محفوظ باشه به اصطلاح خودش. حالا اون وقت در دنیای قدیم دیگه کسی خوراک رو تو دریا نمیریخت و یک کسی از گشنگی بیمیره، اما نه، اینا خوراکشون رو تو دریا میریزن در حالی که یه بشری داره از گشنگی میمیره. حالا بشری اسمش مسلمان باشه، بشری اسمش جهان ثالث باشه، هر کی باشه به اصطلاح. این واقعش ما تصورمون این است که اگر حوزه ها که یکیشم حوزه قمه واقعا فعالیت کنن واسه برگشت مناهج انبیا به مردم، چون واقع این است که حتی کافر هم
غیر جانیش این در اسلام محترمه. خدا در قرآن فرموده لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم والله يحب المحسنين. یعنی خدا این اسمش احسان گذاشته. حتی کافر، یعنی حالا مثلا ممکن است بگیم یه جاهای کافر هستن اینا، بله کافر باشن، اما کافر غیر جانی این از نظر اسلام محترمه. ولکل کبد حرا اجر. حتی فقها فتوا میدن که اگر کافری است غیر جانی، یعنی کافر در حال حرب نیست با مسلمان ها، امر دائر است من وضو بگیرم یا غسل بکنم یا و این کافر بیمیره از تشنگی، میگن نه آب به اون بده، شما وضو و غسل نکن. به اصطلاح اگر حوزه ها واقعش فعالیتی بکنه از برای واقعا یکی نجات مسلمان ها به صورت عامه، چون واقعا مسلمان ها الان در هر جایی تحت شکنجه و گرفتاری هستند. یعنی حالا یک دونه صحبت صحبت عالمه، یک دونه صحبت صحبت مشکلات مسلمین به صورت خاص است. از تعالیم انبیا دور شدن این سبب این شده که خود مسلمان ها اینجوری گرفتار شده. ضرب الله مثلا قریه کانت آمنه مطمئنه یاتیها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف. کفرت به انعم الله که معناش نیست بگه خدا نیست، کسی که به قوانین خدا عمل نمی کنه اسمش میشه کفرت به انعم الله. این مشکل در مسلمون ها، حوزه ها میتونن مساهمه بکنن در راستی برگردوندن مردم به مناهج انبیا و کم کردن مشکله. یکی از چیزهایی که در حوزه ها واجبه، 4 بحث که در حوزه ها در عراق هیچ نبود و اصلا عراق مبتلای به این دستگاه شد، مال همین بود واقعش به حسب استظهار ما. 4 علمیست که دنیای روز برش مبنی شده. یکی علم اقتصاده که مربوط به کیفیت مال، و کیفیت مال خودش از قدیم یک چیز مشکلی بوده، حالا مشکلتر شده. یکی علوم اجتماعیست که مردم چجوری با هم زندگی کنن. واقع این اجتماعات ما حتی مسلمان ها همش دروغ و فحش و غیبت و تهمت و هر جور تفرقه هایی الا من عصمه الله درش درست شد. یعنی ما واقعا علم الاجتماع ما که تو روایات هزارها روایت داره از بین رفته واقعش. و یکی دیگر علم السیاسه است که اسلوب ربط حاکم به محکوم و محکوم به حاکم. علم 4 هم این است که واقعا کفار ضد ما چه کار دارن میکنن. در روایات متواتر داره و در تاریخ متواتر که پیغمبر دائما دستگاه گشت داشتن که استطلاع پیدا کنن کفار چه کار دارن میکنن با مسلمان ها و چجوری بخوان به مسلمان ها رخنه بکنن. این علم هم از بین رفت. این خودش علمیه واقعش و 10 کتاب حولش نوشته شد. اینا دست از سر مسلمان ها که بر نمیدارن واقعش، فقط اسالیبشون مختلف شد. اون وقتا یه اسالیبی داشتن، حالا یه اسالیبی دارن. ما تصور میکنیم اگر این 4 علم که علم اقتصاد و سیاست و اجتماع و ضد کفار باشه، اگر واقعا این تو حوزه ها مطرح بشه، همینجور که ادبیات و فقه و اصول و فلسفه و حکمت و کلام و اینا مطرح تو حوزه هاست، درس خونده میشه، درس گفته میشه، کتاب نوشته میشه، بحث میشه، اگر اینا مطرح بشه، چون واقعش اینه حوزه ها میتونن زمام مسلمین را بگیرن. حوزه ها به مردم گفتن نماز بخونید میخونن، روزه بگیرید میگیرن، خمس بدید که خیلی مشکله میدن، حج برید حج میکنن، مسجد حسینیه درست کنید مسجد حسینیه درست میکنن. اگر حوزه ها میاد مسلمان ها دادن علم الاقتصاد و علم الاجتماع و علم السیاسه و علم ضد کفار را یاد میگیرن مردم، و غربی ها اینقدر زحمت میکشن و شرقی ها که این 4 علم تو بلاد اسلامی نباشه. بینما ما در دستگاه اسلام تمام این علوم بوده و هست و هزارها آیه و روایت داره، غیر از حالا کتاب های فقهی. این 4 علم اگر در حوزه ها مطرح بشه، یعنی اقتصاد و سیاست و اجتماع و ضد کفار، این خیلی فرق میکنه یک روشنایی شدن و بعد رو منبر آمدن و تو کتابها و در اجتماع وارد شدن، در این که شاید مساهمه بشه که باز مناهج پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به مسلمان ها برگرده و مشکلات مسلمان ها کم بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.